بسم الله الرحمن الرحیم. افغیر الله ابتغی حکما و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربه بالحق فلا تکونن من الممترین. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. احتجاج هایی که مشرکین حجاز با ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم داشتند، بخش مهم سوره مبارک انعام عهده‌دار اونهاست. در تلیعه این سوره هم به عرض رسید که اولا آن است که این سوره انعام به سوره احتجاج نامگذاری شود، برای اینکه بیش از 40 بار پیغمبر را ذات اقدس اله مأمور کرد قول این چنین بگو، و در هر باری هم که فرمود قول این چنین بگو تقریبا حجتی از حجج الهی را تعلیم میکنه. برخی از حجج الهی تا کنون گذشت، بعضی از حجت ها هم و براهین هم بعدا خواهد آمد. در این اثنا بهانه مشرکین را ذکر میکند که اونا گفتن اگر یه معجزه جدیدی بیاید ما ایمان می آوریم. ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اینها بهانه می گیرن، وگرنه معجزه آمده است و اگر هم ما معجزه جدید بیاوریم اینها اهل ایمان نیست. بعد فرمود فزرهم و ما یفترون، اونها را با فریه و افترایی که به همراه دارن رها کن. اما فرمود به این که دامنه احتجاج را همچنان ادامه بده و مسئله را حفظ بکن. به اونها بگو شما بالاخره برهان میخواهید و حکم میطلبید، الله را که قبول دارید. هیچ حکمی بالاتر از الله نیست. الله در اینجا به عنوان بهترین حکم حکم کرده است که هم دعوای من حق است هم دعوت من حق است. هم من ادعا میکنم پیامبر او هستم، هم مردم را به توحید و عدل و نبوت و معاد دعوت میکنم. ذات اقدس اله که نعم الحکم است، هم به حقانیت دعوت من و هم به صدق دعوای من شهادت. حکم غیر از او نیست. این مسئله این الحکم الا لله که حس میکند حاکمیت را و حکمیت را، چه در تشریع چه در تکوین، در ذات اقدس اله مورد قبول است. والله یقضی بالحق والذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء. این هم حق است. در سوره مبارکه یونس بخشی از انحصار حقانیت حکم در ذات اقدس اله را ذکر فرمود. آیه 35 سوره مبارک یونس این است: قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. که این را طبق بعضی از روایات ائمه علیهم السلام در بین جوامع بشری بر خودشون تطبیق کردند. معنای آیه 35 سوره مبارک یونس این است که اگر دو گروه مردم را به حق دعوت میکنن، هر دو حرف صحیح میزنن، ولی یکی از این دو گروه ذاتن مردم را به حق دعوت میکند، دیگری بالعرض مردم را به حق دعوت میکند، خودش هم باید اول هدایت بشود تا دیگران را هدایت کند، این دو گروه مساوی هم نیستند. سخن در این نیست که یک گروه مردم را به حق دعوت بکنند گروه دیگر مردم را به باطل. اون آیاتی از این قبیل که هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یا هل یستوی الاعمى والبصیر، یا لا یستوی الاحیاء والاموات والذل والحرور، اون گونه از آیات عهده‌دار این مطلب است که بین راستگو و دروغگو تفاوت است، بین حق و باطل تفاوت است، یکی زنده است دیگری مرده. اما آیه 35 سوره یونس میگوید که هر دو مردم رو به حق دعوت میکنند،
لکن یکی از دو گروه ذاتن حق است و مردم رو حق دعوت میکند، گروه دوم تا خودشون به حق هدایت نشوند مهتدی نخواهند بود تا دیگران راه به حق هدایت بکنند. در همون آیه 35 سوره یونس این مسئله مطرح است که حق به ذات حق هدایت دارد. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. این لا یهدی یعنی لا یهتدی، امن لا یهتدی الا ان یهدا. خب پس ذات اقدس اله که حق به ذات است، حکم و حکمیت منحصراً مال اوست. چون که در سوره مبارکه مائده آیه 50 قبلا اینچنین گذشت: اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. اون چرا که ذات اقدس اله حکم کرد بر اساس عقل و علم است، و اون چه غیر خدا حکم می کنند بر اساس جهل و جاهلیت است. یعنی هم جهل در مقابل علم، هم جهالت در مقابل عقل. از این آیات برمی آید که حکم بودن و حاکم بودن منحصراً در اختیار ذات اقدس اله است. چون خدا نعم الحکم است و حکم منحصر به اوست، او باید داوری را به عهده بگیرد. او در اینجا داوری کرده و ثابت کرده که هم من در دعوت هم حقم، هم در دعوا حقم. به چه دلیل؟ برای اینکه کلامش را به کتابش را به دست من داد. و اگر شما شک می کنید که این کلام اوست به کتاب اوست، مثل این بیارید، نظیر آیه پایانی سوره مبارکه رد. در آیه پایانی سوره مبارکه رد اینچنین فرمود: یقول الذین کفروا لست مرسلا. کفار میگن تو رسول نیستی. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. خدا شهادت میدهد که من پیامبرم. اونها که جزء علما یا کتابن اونم شهادت میدن میدانن. خدا چگونه شهادت داد که من رسول او هستم؟ برای اینکه پیام خود، کتاب خود، کلام خود را به دست من داد. و اگر شما میگویید این کلام او نیست و کتاب او نیست، خب مثل این بیارید. گرچه در آیه پایانی سوره مبارکه رد من عنده علم الکتاب بر وجود مبارک است امیر سلام الله علیه تطبیق شد و این تطبیق حق است، و اما مفهوم جامع تفسیریش هم حق است. یعنی شما شاهد میخواهید من خدا که نعم شاهد است به شما معرفی میکنم. یک از طرف دیگر علمای اهل کتاب، یعنی علمای یهود، علمای مسیحی و مانند آن، اونها هم میدانن که من پیغمبرم، برای اینکه همه خصوصیات من در صحف انبیا گذشته آمده است. پس یقول الذین کفروا لست مرسلا، قول کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. یعنی هم ذات اقدس اله شاهد است، هم علمای کتاب. در این آیه محل بحث سوره انعام هم همین دو شاهد مطرح است. فبود اف غیر الله ابتغی حکما و هو الذی انزل کتاب مفسرا. این پس شهادت الله است. والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق. پس اونا هم میدونن، منتها حالا بعضی ها شهادت میدن، بعضی ممکنه که اتمام کنن، ولی همه این حقایق در کتب انبیاء گذشته آمده است. پس اگر حکم بشری میخواهید، علمای اهل کتابن که خصوصیات من در صحف انبیاء گذشته آمده است. اگر حکم الهی میخواهید که الله شهادت داد که من پیامبر او هستم، برای اینکه کتابش و کلامش رو دست من فرستاد. خب پس این که فرمود فذرهم و ما یفترون، معناش این نیست که مناظره را و محاوره را ترک کن. تازه اول احتجاج است با جمله بعد. قل اف غیر الله ابتغی حکما. شما هر فردی که میخواد ببندید ببندید، ولی بالاخره حکم میخواهید یا نه؟
و غیر از حق خدا بهتر از خدا همتای خدا حکمی نیست و خدا حکمیتش به این است که کلامشو به دست من داد. و اگر شما تردید دارید که این کلام اوست و کتاب اوست، خب مثل او بیارید. من که یک نفرم و درس نخونده، شما همه درس خونده های حجاز و غیر حجاز جمع بکنید یک سوره مثل این بیارید. اگر یک نفر درس نخونده توانست کتاب بیاورد و معاذ الله از خودش باشد، خب همه درس خونده ها جمع بشوند یک سوره از سوره های این کتاب را همانند یک سوره بیاورند. خب نه، چون همه این حقایق در کتب انبیا پیشنم آمده است دیگر. نه، اون تطبیق شده است البته در بین جوامع بشری این چینه، وگرنه ذات اقدس اله خالق ائمه است و معلم ائمه است. اما در بین جوامع بشری اهل بیت علیهم السلام کسانی هستند که به مکتب نرفتن. این اختصاصی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ندارد. منتها فرقی که بین پیغمبر و ائمه علیهم السلام است این است که ائمه علیهم السلام به برکت پیغمبر این معارف را آگاه شدند. خب اف غیر الله ابتغی حکما و هو الذی انزل الیکم کتاب مفصلا، او باید حکم باشد. منتها لطیفه که در این آیه مناسب با صدر همین آیه است و لطیفه که در بخش پایانی سوره مبارکه رعد است مطابق با مطلبی است که صدر اون آیه آغاز شده. در بخش پایانی سوره مبارکه رعد اونجا این چنین است که یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. اونجا الله را با من عنده علم الکتاب به عنوان شاهدین عدلین کنار هم ذکر کرده است. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب در مسئله شهادت است. اما در اینجا مسئله حکمیت است. حکم منحصرا خداست. چون حکم منحصرا خداست در این آیه محل بحث سوره انعام نفرمود به این که من غیر خدا و غیر علمای اهل کتاب را که حکم نمیگیرم. حکمیت را منحصر کرده است درباره خدا. اف غیر الله ابتغی حکما و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا. اما علمای اهل کتاب را تقریبا به عنوان شاهد معرفی کرد نه به عنوان حکم. فمود والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق. اگر سخن از شهادت بود نظیر بخش پایانی سوره مبارکه رد می‌فرمود. اما چون سخن از حکمیت است و حکمیت منحصر در خداست، لذا مسئله شهادت علمای اهل کتاب را در کنار حکمیت ذات اقدس اله خلط نکرد، بلکه حکمیت خدا را اول ذکر کرد منحصرا، بعد جریان شهادت علمای اهل کتاب را نه به عنوان حاکم بودن بلکه به عنوان شاهد بودن ذکر کرد. لذا فرمود اف غیر الله ابتغی حکما و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا. بعد فرمود والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق. مثل بعدی آن است که فلا تکونن من الممترین عام است، همه مکلفین را شامل می شود، منتها بعضی معصومن و بعضی غیر معصوم. در بخش پایانی این بحث فرمود و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. جناب فخر رازی
از برخی از اهل تفسیر نقل میکنند که اونها گفتن بین وعده خدا و وعید خدا فرق است. خدا اگر عده‌ای را به بهش وعده داد یقینا عمل میکند، چون خلف وعده محال است. اگر عده‌ای را به نام تبهکار به جهنم تهدید کرد، ممکن است جهنم نبرد. این حرف را نقل میکنن از واحدی. بعد میفهمد این سخن تام نیست، برای اینکه ذات اقدس اله در قرآن کریم فرمود لا مبدل لکلماته. این یه قانون کلیست و کبرای کلیست. هم وعده های خدا جزء کلمات الله هست در قرآن، هم وعیدها و تهدیدهای خدا جزء کلمات الله هست در قرآن. پس وعده کلمت الله هست لا مبدل لکلماته، وعید هم کلمت الله هست لا مبدل لکلماته. این قیاس منطقی درباره هر دو هست. لکن سخن جناب امام راضی تام نیست، برای اینکه فرمود وعده کلمت الله است و کلمات الهی تبدیل پذیر نیست، این حق است. چرا حق است؟ برای اینکه هم این آیه تأیید میکند، هم آیات دیگر که فرمود ان الله لا یخلف المیعاد و خدا غیر مخلف وعده و ماننده. و اما درباره وعید، این که فرمود وعید کلمت الله است و کلمت الله تبدیل پذیر نیست، این تام نیست، برای اینکه آیات فراوانی درباره عفو و گذشت و مغفرت و احسان دارد. اون هم کلمت الله است، اون هم تبدیل پذیر نیست. اگر ذات اقدس اله تبهکار را به دوزخ تهدید کرد، وعده عفو فی الجمله هم داد. فرمود ما اصابکم من مصیبتن فی ما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرین، که این دعای یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، این یعفو عن کثیر از این جمله نورانی آیه حامیم استفاده شده. خب نه، غرض آن است که اون هم تغییر پذیر نیست. سخن از اطلاق و تغییر نیست، هر دو هست، ولی به نحو قضیه مهمله که در قوه قضیه جزئیه است. اگر آیات عفو نبود، آیات تخفیف نبود، آیات احسان نبود، آیات صفح نبود، کسی می توانست بگوید به این که وعید خدا کلمت الله است و کلمت الله تبدیل پذیر نیست. ولی چون در قبال آیات وعید آیات عفو هست، آیات مغفرت هست، اون هم تغییر پذیر نیست و اونها را نمی شود جز آیات وعده به حساب آورد، چون وعده در برابر حسنات است. این عفو در برابر سیئاتی است که تهدید به عذاب شده است. چون این چنین است، پس اگر ما آیات عفو و صفح و امثال ذلک را بررسی کنیم، می بینیم اون هم تبدیل پذیر نیست، این هم تبدیل پذیر نیست. قهرن این چنین می شود که وعید خدا فی الجمله است نه بالجمله، چون که عفو خدا هم فی الجمله است نه بالجمله. ما بین خوف و رجا به سر میبریم. هیچ کس یقین 100% ندارد که خدا او را میسوزاند، برای اینکه شاید خدا ببخشد. چون که هیچ کس یقین ندارد که خدا او را میبخشد، شاید مورد انتقام قرار بگیرد. خدا عادل است، ممکن است برابر عدل با او رفتار کند، او را تنبیه کند. خدا غفور رحیم است، ممکن است برابر با رحمت و عفو معامله کند، با فضل و گذشت معامله کند، از او بگذرد. لذا بین خوف و رجا باید به سر ببریم. این یه مطلب. مطلب اساسی آن است که اون برهان عقلی که میگوید خلف وعد محال است، اون اصلا درباره خلف وعید نیست. خلف وعد نقص است، نقص محال است. سخن از مسائل ارزشی و باید و نباید نیست تا کسی بگوید به این که خدا که منزه از باید و نبایدهای اعتباری است، خدا که بایدهای اخلاقی ندارد، نبایدهای اخلاقی ندارد، این چنین نیست. اصولا خلف وعده نقص وجودی است و نقص درباره ذات اقدس اله محال است، نه اینکه خدا نباید خلف وعده بکند. بنابراین با
گذشته از دلیل نقلی دلیل عقلی هم هست که خلف وعده محال است. اما دلیل عقلی اقامه نشده که خلف وعید محال است. اون چه که در این قسمت های قرآن کریم نسبت به تبهکاران و معصیتکاران آمده است همه اینها وعید است. البته نسبت به اصل قیامت خبر است نه وعید. نسبت به اصل جهنم خبر است نه وعید. عده‌ای سوختن دارن می سوزن خبر است نه وعید. اینها حق لا ریب فیه است. خبر غیر از انشاست و خبر او حق صدق است لا ریب فیه. اما این که فرمود اگر کسی فرون گناه را کرد به فرون عذاب مبتلا می شود این وعید است و خلف وعید نه تنها مخالف عقل مخالف حکمت نیست بلکه موافق با تفضل اله است. ممکنه عفو کند. حق است، هم وعده حق است، هم وعید حق است. اما این چنین نیست که وعیدش نسبت به تک تک افراد اجرا بشود. این مثل این که الجنت حق، النار حق. خب هر کی گفت النار حق که به دوزخ نمی رود، هر کی گفت الجنت حق که به بهشت نمی رود. یعنی اینا هستن سر جاشون. اما حالا شامل حال کی می شود؟ اون یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. بنابراین خلف وعید محال نیست برخلاف خلف وعده. خلف وعده نقص است. سخن در باید و نباید اعتباری نیست تا کسی بگوید این علوم اعتباری فقه و اخلاق و حقوق درباره ذات اقدس اله نیست. سخن از نقص وجودی است. کذب نقص است، خلف وعده نقص است و ظلم نقص است و نقص وجودی محال است. خدا منزه از این نقایص است. خب بله، نه اصلش که ایشون میخواد برهان اقامه کند، اصلش هم که برهان اقامه کند میگد به این که چرا کلمت و ربه که صدقن، میگد به این که لأن الکذب نقصن و نقص محالن علی الله. خب اگر کسی میخواد راه عقلی را طی کند دیگه در بین راه به نقل متمسک نشود. ایشون اگر بخواد عقلی سخن بگوید راهش بسته است، نقلی راه برود راهش هم بسته است. ایشون در تلیه حرف آمده گفته که لأن الکذب نقص و نقص محال علی الله. خب این درسته. اگر این جدار عقل است تا آخر باید عقلی سخن بگوید. اگر تمسک آیات است، این نقل است، این با تعافل نقلی حرف بزند. بخش عقلی بخش نقلی این خلط است. و اگر کسی بخواهد عقلی صحبت بکند راه تعافل بازه و نقلی هم سخن بگوید راه تعافل بازه. اما درباره وعده چون خلف وعده نقص است، نقص محاله. و آیات کریمه هم دلالت رو که ان الله لا یخلف المیعاد، این راه وعده. درباره وعید نه دلیل عقلی بر استحاله اوست نه دلیل نقلی. اما دلیل عقلی بر استحاله او نیست چون خلف وعید حکمت است، عفو است، بزرگواری صف است که محال نیست. اگر کسی تبهکاری را تهدید به عذاب کرد بعد او را مشمول عفو قرار داد میگوین خلاف حکمت کردی یا میگن بزرگواری کردی. خلف وعید که نقص نیست. و اگر کسی بخواهد از راه ادله عقلی بیاید این هم راه جناب فخر رازی بسته است و راه دیگران باز است. و این است که اگر ایشون یه صغرا کبرا درست کرد که وعید کلمت الله است، لا مبدل لکلمات الله، گفته می شود آیات فراوانی درباره عفو و احسان و گذشت و صفح الهی است، اونا هم کلمات الله هم، لا تبدیل کلمات الله. مطلب بعدی آن است که خود جناب فخر رازی و همچنین هم فکران ایشون آمدن این اوصاف چهارگانه را به صورت تنویع بررسی کردن. گفتن به این که خدا فرمود تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلمات. یعنی کلمه خدا تام است، صادق است، عادل است، تبدیل ناپذیر.
بعد آمدن گفتن به این که چرا کلمات الهی تام است و صادق است و عادل است و تبدیل ناپذیر، اما تام است برای این که هر کرا باید ذات اقدس اله بگوید گفته است. جهلی نداشت که چیزی را نگوید جاهلانه، نسیان و سهوی ندارد که چیزی را سهوان نگوید، دایی بر اخفا و مانند آن ندارد معاذالله که چیزی را کتمان بکند. بنابراین کلمات الهی تام است. صدق و عدل را آمدن تقسیم کردن، گفتن میگه کلمات ذات اقدس اله در قرآن کریم دو دسته است، یه بخشش مربوط به خبر هست، یه بخشش مربوط به تکلیف و حکم. اون چی که مربوط به خبر هست که خدا هست، مایی دارد، صفاتی دارد، افعالی دارد، آثاری دارد، از دنیا خبر داد، از قبل از دنیا خبر داد، از بعد از دنیا خبر داد، همه اینها صدق است، این اخبار صدق. و اما عدل است برای اینکه احکامی که دارد، تکالیفی که دارد به صورت امر و نهی، اینها عادلانه است، ظالمانه نیست. پاداش و کیفری هم که برابر عمل و احکام یا ترک احکام مقرر کرده است، اونا هم عادلانه است. پس عدل مال احکام است، چه در مقام تکلیف چه در مقام داوری. یعنی اونجا که امر و نهی تنظیم کرده است عادلانه است، اونجا که پاداش حسنات و سیئات را بررسی میکند اونم عادلانه است، که قهرن عدل میافتد در بخش بایدها و نبایدها، صدق میافتد در بخش هست و نیستها و بود و نبودها. این راهی که جناب فخرازی و هم فکرانشون رفتن ناتمام است، برای که ظاهر آیه کریم این است که این اوصاف چهارگانه وصف کلمت الله است. سخن از تبعیض نیست، سخن از تقسیم نیست، سخن از تنویع نیست که کلمت الله بر دو قسم باشد، بعض اقسامش صدق باشد، بعض اقسامش عدل. تمود به تمت کلمت ربک صدقن و عدلن و دامت دل کلماته. ما اگر بیاییم بگوییم که کلمات خدا دو قسم است، بخشی خبر است، بخشی انشاء، اون که خبر است صدق است، اون که انشاء است عدل است، این فی نفسه مطلبی صحیح، اما با ظاهر آیه هماهنگ نیست. ظاهر آیه این است که این اوصاف چهارگانه وصف کلمت الله است. پس ما باید به سراغ اون کلماتی برویم که می تواند موصوف این اوصاف چهارگانه باشد. اون کلمه ای که موصوف به این اوصاف چهارگانه است، نه در نظام تکوین و طبیعت تک تک این اشیاء است، نه در نظام شریعت تک تک آیات. گرچه در نظام طبیعت و تکوین تک تک موجودات کلمت الله هن، برابر این دعایی که در دو بخش قرآن کریم، یکی در سوره کهف دیگری در سوره لقمان آمده است، با یه تفاوت مختصر که لو انما فی الارض من شجرت اقلامون و البحر یمده من بعده سبعت و ابحر ما نفدت کلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی و مانندو. طبق اون دعایی که در سوره کهف و لقمان است، هر موجودی از موجودهایی که مخلوق ذات اقدس اله است کلمت الله است. برجسته ترین کلمه در بین اینها انبیا و اولیا هستند که در باره مسیح سلام الله علیه به عنوان کلمت الله یاد شده است که ان الله یبشره که به کلمت من حسم المسیح. چون که در روایات ائمه علیهم السلام فرمودند ما اسماء حسنای حقی، ما کلمات تاماتیم و مانند آن. خب هر موجود تکوینی کلمت الله است. نسبت به تک تک این موجودات نمی شود گفت به این که اینها لا مبدل کلماته، برای اینکه مرتب اینها در تغییر و تبدیلن. اگر انسان کلمت الله است تغییر پذیر است، اگر شجر کلمت الله است تبدیل پذیر است و مانند اون. کل این نظام تکوین در محدوده طبیعت مرگ و حیاتی دارن، تحول و تغییری دارن،
و اگر منظور تک تک آیات باشد اونم تغییر پذیر است، بعضی هاشون تغییر پذیرفته. همین آیه سوره مبارکه انعام که در مکه نازل شده است، وقتی نازل شد که قبله رسمی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیت المقدس بود، گرچه خود حضرت نقل کردن طرز نماز میخوند که کعبه در وسط باشد که هم به کعبه رو کند و هم به بیت المقدس، در ضلعی می ایستاد که روبرویو هم کعبه باشد و هم در امتداد او بیت المقدس. لکن وقتی که به مدینه تشریف آوردن، خب قبله مسلمین برگشت از بیت المقدس به کعبه. اگر منظور است که تک تک این آیات تغییر پذیر نیست، خب نه، می دونیم تغییر پذیره. پس تک تک این آیات منظور نیست که تغییر پذیر نیستن، چه اینکه تک تک موجودات تکوین هم مراد نیست که تغییر پذیرن، بلکه اینکه تک تک اونها تغییر پذیرن. اون چی که به ذهن می آید که منظور از کلمت و ربک باشد، همان است که در سوره مبارکه توبه از اون به عنوان کلمت الله الاولیا یاد کرده است. در آیه 40 سوره مبارکه توبه اینچنین فرمود: و جعل کلمت الذین کفروا سفلا و کلمت الله هی العلیا. این کلمت الله اصل توحید است، اصل دین است، اصل اسلام است. بمانند اون چه اینکه سیاق آیات سوره انعام هم همین را تایید میکند. اونا که درباره فروع دین سخنی نداشتن، چون بسیاری از فروع دین در مدینه نازل شد، محور اصلی محاوره و مناظره مشرکین با پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصل الاسلام بود، اصل نبوت بود، اصل توحید بود و اثبات معاد. این کلمت الله است که هی الاولیاست. پس آیه 40 سوره توبه میگوید کلمت الله هی الاولیا و همه ما دون این کلمه تحت این کلمه، و همینجاست و متمت کلمت ربک. این کلمه است که به تمامیت رسیده است، یعنی اسلام باید عرضه بشود شد، براهینش باید اقام بشود شد و مانند اون. اما تک تک فرو هنوز ناتمام مونده. چندین سال حضرت بعد از این در مکه بودن، آیاتی نازل می شد. وقتی مدینه تشریف بردن در طی 10 سال مرتب آیات نازل می شد، تا برسد به جریان حجة الوداع که اونجا فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. اون روز است که دین کامل می شود با آمدن همه احکام و فروع. بنابراین این نمی تواند، این آیه تمت کلمت ربک ناظر به شریعت و منهاج باشد، ناظر به تک تک آیات باشد و مانند اون. چه اینکه در نظام تکوین اون چه که تغییر پذیر است تک تک موجودات است، اما سنت الهی تغییر پذیر نیست. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، ولن تجد لسنت الله تحویلا. اون سنت حاکم بر نظام تکوین ثابت است. این یکی از سنن الهی است که کل نفس ذائقة الموت. این سنت الله است، لا تتغیر. درباره فصول چهارگان سنت الله است، این لا تتغیر. درباره پدید آمدن معادن دل خاک سنت الله است، لا تتغیر و مانند اون. اما تک تک موجودات تغییر پذیرند. بنابراین این کلمه ای که تام است و تغییر ناپذیر است، اون خطوط کلی دین است و ثابت است. تمت کلمت ربک. گایم این کلمه بر اصول مشترک بین مسیحیت و یهودیت و اسلام اطلاق می شود، نظیر اون چه که قبلا در سوره مبارکه آل عمران و امثال ذالک گذشت که ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به اهل کتاب بگو قل یا اهل کتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله. این توحید کلمه ایست که مایه وحدت بین اربابان ادیان آسمانی است. گرچه دین نه تسنیه دارد نه جمع، چون این دین عند الله الاسلام، اما اربابان و صاحبان این دین متنوعند. اون کلمت الله است که ثابت است. بنابراین این تمت کلمت ربکه
هم به شهادت ادله خارج، هم به شهادت سیاق همین آیات سوره مبارکه انعام، منظور به اصل توحید، اصل دین و اصل قرآن کریم و مانند آن است. و اوصاف چهارگانه مال همین است: این تام است، این صادق است، این عادل است، این ثابت، ثبات، عدل، صدق، تمام. این اوصاف چهارگانه مال اسلام است. اما عدل در اینجا چطور وصف کلمت الله است؟ برای اینکه این عدل ارزشی نیست، اونی که جناب امام رازی و امثال او خیال کردن این عدل ارزشی در باب در قبال ظلم ارزشی است. این عدل پاداشی نیست، این عدل همون هسته مرکزی اعتدال است. سخن خدا در هسته مرکزی عدل است. اون چه در نظام آفرینش در جای خود قرار دارد عدل است، چون که نظام الهی عدل است. برای اینکه درباره نظام الهی فرمود به اینکه ما سماوات و ارض را آفریدیم، هل ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، فوتی در کار نیست، هر کدام در جا خود قرار دارند. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، هل ترا فی ها من فتور. این درباره نظام طبیعت، چون کلمات تدوینی و قرآنی ذات اقدس اله هم این چنین است: افلا یتدبرون القرآن لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. پس این هل ترا من فتور هم در آیات تکوینی خداست، هم در آیات تدوینی. او سرش آن است که هر کدام از اینها در هسته مرکزی خود قرار دارد، می شود عادل، رو اعتدال خود قرار دارد. اگر هر چیزی در جای خود قرار بگیرد می شود عادل. کلمت الله در جای خود قرار دارد، این عادل است. و اگر کسی بخواهد از چنین کلمه ای سخن بگوید، سخن او صادق است و پیغمبر صلی الله علیه وسلم از چنین کلمه ای سخن گفت، پس او هم صادق است. و این چون عدل است ثابت است. پس ثابت بودن اسلام، عادل بودن اسلام، صادق بودن اسلام، تام بودن اسلام از این آیه کریمه استفاده می شود. اما آیات جزئی، تک تک موجودات خارجی، اونا خارج از این بحثن، زیر مجموعه سنت ها و سیرت های الهی هن که حاکم بر آیات تکوینی و آیات تدوینی است. اگر این چنین معنا بشود، انسجام آیه محفوظه. دیگه تقسیم نکردیم، گفتیم صدق مال اون آیاتی است که خبر را در بر دارد، عدل مال آیاتی است که انشاء را به همراه دارد. الحمدلله رب العالمین.